بگویید وطن تشنه عشق است. از عشق بگویید وطن تشنه عشق است. از عشق بگویید وطن تشنه عشق است. یک شنبه دوم آبان 1395 تظاهراتی در اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر در ایران و برای آزادی محمد علی طاهری و نرگس محمدی در برابر کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران و جمعی از شاگردان محمد علی طاهری برگزار شد. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با سخنگوی این تظاهرات سهیلا هادیپور که توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم. خانم هادیپور، سپاسگزارم از این که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو شرکت میکنم. سلام خدمت شما آقای بهشتی و تشکر فراوان از تلویزیون دور که همیشه همراه ما هستید. خانم هادیپور، تجمع امروز شما در فرانکفورت آلمان هست. برای بینندگان ما توضیح بدید که خواسته شما از برگزاری تجمع امروز چیه؟ امروز یک شنبه 23 اکتبر 2016 برابر با 2 آبان ماه 1395 هستش. ما روبروی کنسولگری ایران در فرانکفورت هستیم و این گرد همایی از طرف شاگردان محمد علی طاهری، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران و انجمن کرامت تدارک دیده شده در اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر در ایران و افزایش اعدام ها. خواسته ما آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستش که محوریت این گرد همایی در واقع خانم نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، آقای کاظمی بروجردی و آقای محمد علی طاهری هستش. خانم هادیپور، با آقای محمد علی طاهری اشاره کردید، آخرین اخباری رو که از ایشون دارید چیه؟ آقای طاهری برای 16 بار دست اعتصاب قضا زدن در اعتراض به بلا تکلیفی و بی‌عدالتی که در حق ایشون روا داشته شده. ایشون از 28 سپتامبر 2016 در اعتصاب قضا هستن و در 21 روز اعتصاب قضاشون بازجویی مجدد میشن، وادار میشن به اعتراف دروغین علیه خودشون که وقتی که بازجوها با مقاومت ایشون روبرو میشن مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار میگیرن که آسیب‌های بسیار شدیدی، آسیب‌های جسمی به ایشون وارد شده به طوری که توی کما رفتن و طبق گفته و یکی از ایزاده طباطبایی آقای طاهری به بیمارستانی که وابسته به سپاه پاسداران به نام بقیت الله منتقل شد، اما در یک مصاحبه‌ای که با ترکیبی داشتن ایشون از اینکه آقای طاهری وارد زندان گردونه شدن اشاره به اطلاعی کردن. ضمناً خانواده آقای طاهری هیچ خبری از ایشون ندارن، حدود یک هفته است که بی خبر هستن از آقای طاهری، نه اجازه ملاقات در زندان داشتن و نه در بیمارستان اونو پیدا کردن. خانواده و شاگردان آقای طاهری روز به روز در نگرانیشون شدیدتر میشه. ضمناً اینا را اضافه کنم که در سراسر ایران و جهان تظاهرات هایی برگزار شده که درخواست تظاهر کنندگان رویت آقای طاهری است و آزادی اون. در مشهد، تبریز، ارومیه، همدان، کرمانشاه، شیراز، تهران، اصفهان و شهرهای دیگه تظاهرات شده که مامورین امنیتی برخوردهای فیزیکی کردن با تظاهر کنندگان، کسایی که خیلی مسالمت آمیز اونجا ایستادن و فقط خواستن که از حال معلمشون با خبر بشن و گاز اشک و اسپری فلفل سعی کردن با اونا برخورد بشه، کتک زدن، دستگیر کردن و تعدادی رو به مکانهای نامعلوم انتقال دادن. خانم هادیپور، طبق اخباری که ما شنیدیم تجمعات گسترده تری در هفته آینده تدارک دیده شده برای آزادی آقای طاهری، درسته؟ بله، در 3 اکتبر 2016 قرار هستش که یک تظاهرات هایی در سرپاس
جهان برگزار بشه در کشورهای مختلف اروپا، در استرالیا و کانادا، آمریکا، همچنین ایران. طاهری آزاد باید کردن. یک نکته من اشاره کنم آقای رشدی، که سازمان عفو بین الملل در اقدامی فوری از مقامات ایران خواستار شده که از مکان و موقعیت آقای طاهری خبر بده و برای آقای طاهری درخواست فوریت مراقبت های ویژه پزشکی کردن و همچنین آزادی فوری ایشون و دارن جمع‌آوری امضا میکنن، که ما از همه آزادی خواهان و عدالت خواهان خواهش میکنیم که سعی کنن در امضا دادن ها شرکت کنن، به ویژه شرکت فعال داشته باشن در تظاهرات های پیش رو. اعتقاد ما بر این است که نقض حقوق یک انسان برابر هست با نقض حقوق همه انسان ها. خانم عادی پور، سپاسگزارم. من هم از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار. مسیو فولترونگ وردر شور فلت سو سایت بفیندت سیش ایم کوما زیت اینر وخه همین دی فامیلیه ویدا شپور فام این noch leben sein. Daher bitten wir alle Freidenkende, internationale Gesellschaften, Organisationen der Menschenrechte und deutsche Politiker, dass sie sich ernsthaft für die Freilassung Mohammad Ali Taheri einzusetzen. Wir verlangen von iranischer Regierung, sobald uns von gesundheitlicher Lage sowie Ort vom Taheri informiert und ihn freilassen. Herzlichen Dank, Schüler von Mohammad Ali Taheri, Frankfurt am Main, 23. Oktober 2016.